Música کتاب نادر فاتح دهلی در آن زمان قطی امان به کسی نمیداد و شیخ محمد علی معروف به بحث این که در این تاریخ با کسانش در اسفهان سکونت داشته می نویسد من به چند تن از محرمان شاه که برای اینکه پایتخت را تغییر دهند فهمانیدم و آنها را به این امر تحریز کردم و این تدبیری سودمند بود اما موافق تدبیر نیفتاد و چند نفر از ناسنجیدگان مانع شدند تا آنکه شد آنچه شد طول مدت محاصره به چند ماه طول کشید و افاقنه به خوبی از هر نقطه شهر آگاه شده بودند دستجات سوار آنها به نوبت در اطراف شهر در گردش بودند و به جان هر کس که از شهر خارج میشد ابقا نمینه بودند چند دفعه به پلهای خارج شهر را که به شهر اتصال میداد حمله کرده و کاری از پیش نبردن. گسیختگی امور ارتش و حملات پیاپی افغان ها به جایی رسید که روزی احمد آقای خاج شمشیر برهنئی برای بروی دوش گرفت و دیوان وار داخل کوچه و خیابان ها شده و مردم را برای جنگ و دفع حملات افغان ها دعوت میکرد. ایدی ای از مردم گرسنه که رنگشان از گرسنگی رفته و به جز یک مش پوست و استخوان چیزی از وجودشان باقی نمانده بود در عقب سرش جمع شده و با حال ناتوان و زاری برای جنگیدن با افغان ها روان شدند. این گرسنگان بدبخت که به قصد جان به دشمن حمله می نمودن به نوعی شجاعان جنگیده و از خود مردی و شهامت بروز دادند که پل زاینده رود را مجدد به تصرف درآوردند. ادهی از افغانها را کشتند و تا مسافت زیادی آنها را به عقب راندند. احمد آقا سرگرم جدال بود و مردم را برای پیشرفت تشکیم می کرد. شاه بیخبر از اقدام او قفلتا او را به نزد خود بخوان، اما به جای او یکی دیگر از قطارانش داخل اتاق شاه شد تعظیم کرد و شاه سراغ احمد آقا را از آن ملازم گرفت. او عرض کرد. امروز احمد آقا با ادهی از مردم به جنگ افغان ها رفته این خبر در شاه زیاد مؤثر واقع شده. و با تندی گفت چه کسی به احمد آقا اجازه داد که به جنگ برود او خاجه حرم سرا می باشد به چه مناسبت در کاری که مربوط به او نیست خالت کرده خیلی غلط نموده همین از سای برو و به او بگو که دست از این حماقتش بردارد وقتی که بیغام و خبر تعرض شاه را آن ملازم به احمد آقا رسانید اشک در چشمانش حلقه زده دست از محاربه کشید و مراجعت کرد. در عرض راه به ملازم شاه سلطان حسین گفت من نمیتوانم تحمل ذلت و خاری ولی نعمت خود را نمایم خیال من این بود آنقدر به جنگم تا کشته شوم حالا که امر شاه بر این قرار گرفته که دست از جنگ کشیده و مراجعت کنم نمیخواهم زنده باشم سپس کمی زهرا که با خود همراه داشت در ظرف آبی ریخت و بیاشامید اگر شاه بزدل و ترسو نبود بر عکس مردم اصفهان قحتی و سختی معیشت را تحمل نموده و تن به اینکه مخالفین عالم شیعه تسلیم شوند نمیدادند و مرگ را بر اینکه محمود بر آنها حکمران شود ترجیح میدادند در این تاریخ اصفهان به طرز وحشتناکی در زحمت بود شهر پر از اجساد مردگانی بود که دفن نشده بودند و تمام حیوانات را از هر قبیل خورده حتی به کار خوردن گوشت آدمیان هم انجامیده بود این مسئله دیگر اختیار را از کف همه بیرون برد و شاه سلطان حسین برای آخرین بار کشید تا شاید به هر قسم شده محمود را به صلح و گرفتن قرامت زیادی راضی سازد اما او تمام خواهش هایی را که از او شده بود رد نمود دیگر همه امیدها مبدل به ناامیدی شده و نه ماه محاصره و امر کوچکی نبود. شاه تصمیم گرفت که تسلیم شود. از این روز صبحی پس از ادای فریزه نماز لباس سیاهی پوشیده و اطباعش را از قصد خود زر نبود. با همان لباس اعضا گریه کنان داخل کوچه و خیابانها گردید مردمانی که به او می رسیدن به جلوی پایش می و او با آنها ودا می کرد. شاه سلطان حسین برای تسلیم شدن با این وضع دلخراش پیاده از شهر اصفهان خارج شد. بدبختانه در تمام اصفهان اسبی که شاه سوار شود وجود نداشت. زیرا در این مدت تمام حیوانات را خورده بودند و برای سواری شاه ناگزیر شدند کسی را به نزد محمود بفرستند و از او تقاضای اسبی نمایند خلاصه شاه بدبخت با لباس عزا سرفگنده و شرمسار با عدهای از رجال و بزرگانی که همراهش پیاده بودند به فرح رسیدند مدتی بر در اتاقی که محمود در آن نشسته بود منتظر اجازه بار یافتن ایستادند این بدسلی محمود و بیعتنائی که نسبت به شاه ایران نمود به قسمی در مردمی که همراهش بودن موثر افتاد که هر کدام هزار مرتبه به مرگ خود از رفتاری که مشاهده می نمودن نسبت به ولی نعمت آنها می شود رازی تر بودن و آرزو می کردن زمین دهان بازگرده و آنها را به خود بکشد. از این رفتار وحشیانه چهره روحانی شاه سلطان حسین در هم فشرده و کمرش خمیده شد. موهای سرش و ریشش سفید گشت و پس از مدتی معطلی چون اجازه به او داده شد شاه سلطان حسین با سرفگندگی و تنی مرتعش به اتاقی که محمود در آن نشسته بود وارود کرد. چون چشمش به قیافه مزهک محمود بیفتاد آه پر حسرتی از دل برآورد و گفت فرزن خداوند چون این مقدر فرموده بود که بیش از این سلطنت ننمایم زمانی که برای عروج تو بر تخت ایران معین فرموده بود رسید امروز من سلطنت ایران را به تو واگذار می کنم و امید است که سلطنت تو نیک و فرخنده باشد سپس جقه سلطنتی را روی امامه محمود نصب نمود و محمود که تا آن لحظه ساکت مانده و سرش را بر حسب عادت به زیر بود در پاسخ به شاه گفت شکوه و عظمت انسانی اینطور تزلزل پذیر است خداوند سلطنت را به هر کس بخواهد میدهد من قول و اطمینان میدهم که شما را به چشم پدری بنگرم و هیچ عملی را به جز صلاح دید شما انجام ندهم فصل هفدهم در خطه خراسان پس از سه روز از واگذاری تخت و تاج محمود برای دخل و تصرف امور به اسفهان وارد میشد. مردمانی که ماها از فشار گرسنگی به سختی به سر برده و بسیاری از عزیزان خود را از دست داده بودند، همین که چشمشان به قیافه منحوس و هیکل خپل او میافتد مانند کفاری که کفر بگوین به یکدیگر تسلیت داده و میگفتند: آیا در دنیا آدمی دیگر وجود نداشت که خداوند ما را به وجود این خبیس معذب فرمود؟ تمام بدبختی و نکبت های خود را از وجود او میدانستند با آنکه دیگر محاصر ای در کار نبود و ایاب و زهاب به خارج اسفهان آزاد شده بود هیچ گونه حیوانی حتی سگ و گربه دیده نمیشد. مثل این بود که از اول خلقت در آن شهر حیوانی وجود نداشته باشد بدبختانه گذشته از این زرن و خسارت جانی و مالی که به اسفهان وارد آمده لطمه بزرگی به اساس و بنیاد استقلال کشور رسیده بود. در واقع از هر کجا و هر کسی که ادعی در اطراف خود داشت ادعای سلطنت می کرد و تعداد این کسانی که در سر ادعای شاه شدن را داشتند به هجده نفر می رسید. کسی که بیشتر از سایرین توانسته بود قوایی را فراهم سازد همان ملک محمود حاکم تون بود و از به امور آنکه در همان روزی که شهر اصفهان به وسیله که افغانها سقوط می کند به قسمی که میرزا مهدی خان استرابادی منشی مخصوص نادر می نگارد در شهر مشهد آشوب و بلوایی به می شود. در واقع ادهی از الوات حاکم شهر یعنی علی خان را کشته و بر امور شهر مسلط می شوند. بعد از آن بر رتق و فتق مهمات کلی پرداختن و این هرج و مرج و آشوب مسبب این شد که مردم به حکرانی ملک محمود از ناچاری در دهند. در همین موقع بود که قهرمان هوشیار و موقع شناس ما نادر قلیبه که در انتظار فرصت و چنین پیش آمدی بود خود را به ملک محمود نزدیک کرد. با آنکه از او سعایت نموده بودن گذشته از آنکه خلعت گرفت بر حسب قرار دادی که با ملک محمود منعقد کرد تعهد کرد. که ازبک ها را که دشمن بزرگ ملک محمود بودن قل و قم نموده و به پاداش این خدمت پس از مراجعت نیابت حکومت خراسان را به او تفویز نماید. نادر قلیبک باز با امید زیاد و اطمینانی که به کار خودش داشت به کاری بزرگ و مشکل دخالت کرد. چون فصل زمستان بود و سپاهیانی که ملک محمود در تخت اختیارش گذارده بود ساز و برگ درستی نداشتند. آنها نمی توانستند در آن سرمایه سخت در مقابل ازبک ها مقاومت کنند و ناگزیر شد برای همه همراهان خود تهیه و تدرکاتی ببیند و این مدتی وقت او را به خود مشغول کرد. از طرفی چون مایل بود که افشارها و همشهریهای خود را در کارهای خود دخالت داده و آنها را برای آینده مرد میدان سازد سپس تصمیم گرفت. که شبانه به عبی ورد برود و تا می تواند کمک بیشتری از افشارها بگیرد. معمولا عادت نادر قلی بیک ای بر این بود که چند کار را با هم انجام میداد. داد. همین که به اتفاق سپاهیانش از شهر خارج می شدن با نهایت دقت نقشه و هدف خود را به آنان می فهمان. راهی را که باید تیمی کردن نشان می داد و می گفت. من به طور موقت از شما جدا می شوم و پس از سه روز باز با ادهی از مردان جنگی افشار به شما ملحق می شدم. اتفاقا در آن لحظه ای که از همراهان خود جدا می شد هوا به شدت سرد بود و از آسمان پاره های برف بر روی زمین می نشست. هر کس که غیر از او بود چون این جرعتی که تنها و یکی در آن تاریکی شب در راهی که از برف پوشیده شده بود قدم بگذارد را نداشت. روز دیگر هوا آرام گرفت و ابرهایی که نور خورشید را که پوشانده بودند از روی آسمان برطرف شدند. آسمانی صاف و پاک خود نمایی می کرد و قرص خورشید از افق تاله گشته و پرتوی درخشان خود را بر کوه و بیابان تابانیده بود. همین که سیاهی شهر عبیورد نمایان شد خدایی را شکر نمود. که بدون صدمه و آسیب آن راه را تینه موده و در بالای سرش در روی آسمان شش هفت باز در پرواز بودند. در واقع مثل این بود که آن پرندگان بدان وسیله میخواهند خبر ورود نادر قلی را به عبی ورد برسانند. قفلتن از صدای این پرندگان گوهر شد متوجه آسمان شد. انقدر آسمان صاف و پرواز این پرندگان و صدای طولانی و انعکاسی که صدایشان در آن حوالی مینمود مؤثر بود که گوهرشاد با تجربیاتی که در چادر نشینان از این قبیل پیشامت ها دارن به خیال نادر قلی بیک افتاد. سپس آهی از دل برکشید و به یاد آورد با آنکه مدت مدیدیس او را فرامرز برای نادر قلیبک به عقد شرعی درآورده هنوز نتوانسته که او را ببیند میخواست ساعتی با هم بنشینند و درد و دل با او بنماید تمام اینها را از کجرفتاری روزگار میدانست و از بخت ناسازگار خود ناراضی بود ولی بر حسب تجربه این نشینان پروازهای شاهین های بلند پرواز را به فال نیک گرفت و با خود گفت از کجا که اینها مجده آمدن او را نیاورده باشند از کجا که از آن بالا و بلندی آسمان نادر قلی را نمی بینند آرزو داشت او هم جای آن تویور بود و از بالای آسمان می توانست آن کسی را که سالها او را اسیر خود قرار داده را میدید. بر حسب عادتی که داشت خواست برای آن روز هم راه مارپیچ و طولانی که از عبی ورد به خراسان می رود را ببیند. شاید برخلاف روزهای قبل که پس از مدتی انتظار خسته و ناتوان ناامیدانه به اتاق خود مراجعت می نمود مسافر و سواری را مشاهده کند. سپس نمدی را بر روی سر خود گرفته به بالای برج قلعه آمد تا هر کجا که چشمش کار می نظر نمود. به جز بیابانی که مالا مال همه جایش را برف فرا گرفته بود چیزی به نظرش نمی رسید. بیشتر درختان شاخه ها و کمرشان در زیر برفایی که بر روی شاخه های بیبرگ و لخت آنها نشسته بود خم شده بود. بعضی از مردم ساکن ابیورد به پارون مودن برفها از روی پشت بام های خود مشغول بودند. از بعضی خانه ها دود آتش هایی که افروخته بودن مانند دیوانی که به آسمان تنوره کشیده باشد صعود می کرد. خروس ها می خاندن و بوی نان هایی که از خانه ها می پیچید استشمام می شد. خیمه و خرگاه نادر قلیبک با شوکت و جلال مخصوصی خود نمایی می کرد اما با همه اینها چون نادر قلیبک نبود تمام آنچه به نظرش می آمد جلوه این نداشت. در واقع مثل آنکه در تمام زمین و آسمان و در و دیوار و کل اشیا من قصد است آنقدر روزها و ساعت متمادی در مقابل آن راه دور و دراز ایستاده به سفیدی آن راه خیره شده و دلداده اش نیامده بود که چون چشمش به سواری که با عجله می افتاد گمان می نمود اشتباه می بیند و این خیال او است که به صورت سواری در آمده. در حقیقت این اسبی که به آن چالاکی می آمد، عجل و آن سواری که روی آن نشسته بود نادر قلی بیک بود که روزها و شبهای بسیار به امید دیدارش در انتظار گذرانده بود گوهرشاد از خوشحالی سر از پا نمی شناخت و چون نادر قلی بیک به نزدیک قلعه رسید لمحه ای عجل را نگاه داشت مثل آنکه او هم میخواست قبل از هر کسی گوهرشاد را ببیند و چون چشمش به او افتاد با دست خود اشاره ای کرد و گوهرشاد سراسیمه به زیر آمد دنیای کتاب صوتی